درود بر شما. موضوع برنامه امروز بسیار سخت است. بنابراین از آنهایی که بسیار احساسی هستند، خواهش میکنیم برنامه را نبینند چون بسیار ریخت‌آور است. امروز درباره خودکشی شهلا شریف و یک مادر 31 ساله از پنجکن صحبت میکنیم که پیش از آویختن خود به شاخ سیب، سه طفل معصومش، محمد جان 6 ساله، شهرنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه را در شاخه های دیگری درختان دیگر آویخت و نفسگیر کرد و کشت. حادثه روز 10 اپریل در دهه نکنات پنجکن صورت گرفت و مردم زیادی را وحشت زده کرد. زیر گزارش های رادیو آزادی در باره فاجعه در وبسایت، صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب شرح زیادی را کاربران گذاشتند و همراه میبینیم که مردم در این باره چی میگویند. در واقع کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی با شهلا شریف و نفرین خواندند، او را سرزنش و محکوم کردند که کودکان بی‌گناه را کشت و خودکشی را راهی خلاصی از مشکلات دانست. اما تعداد دیگری از کاربران گفتند مسئله چنین ساده نیست و باید ریشه های فاجعه را جستجو کرد. یک از آنها کاربری با نام مسلمان است که در صفحه رادیو آزادی نوشته است باید تا ته این مسئله رفت و حقیقت را یافت. شرحش چنین است: حیفی آدمی، حیفی کودکانی از دنیا بخبر، دلم صد پاره شد. اگر شب شکمی طفلمان درد کند یا گریه کند، برابر کودک تا سحر نمیخوابیم و همراهش میگیریم. وقتی کودکانش را به دار میکشید، تصور کردن نمیتوانم چقدر نالیده جان داده باشند. فکر میکنم یگان زن مادر تا این درجه بیرحم نیست. اینجا چی معمای دیگری هست؟ کاربران زیادی دیگر هم در فیسبوک نوشتند هیچ انسانی به خصوص مادر قادر به کشتن جگربندان خود نیست و شاید مشکلی روانی داشت که طفلانش را به دار آویخت. شرحی کاربری با نام لودمیلا فیدوتوا را از صفحه رادیو آزادی در فیسبوک میخوانیم که با زبان روسی نوشته است: چرا این کار را کرد؟ شاید جان او را بلبش آوردند یا شاید کاملا از عقل بیگانه شده بود. من باور کردن نمیتوانم که این کار را یک نفر و آن هم زن کرده باشد. باید این مسئله جدی تحقیق شود. کاربر دیگری هم در فیسبوک خواسته است مقامات زمینه و سببهای احتمالی خودکشی مادر جوان و با خود بردن فرزندانش را تحقیق کنند تا دیگر چنین فاجعه ها در تاجیکستان تکرار نشوند. شرح کاربر که خود را برنو آدینه و معرفی کرده است چنین است: این یک رفتار غیر انسانی است. حتی حیوان فرزندش را نمی‌کشد. و پدر کودکان صبر می‌خواهم. من این زن را محکوم می‌کنم چون ناتوانی نشان داد. آیله را نیز محکوم می‌کنم چون می‌دانم که خوشدامن و خسر و خواهران و برادران شوهر چگونه با کلین جبر می‌کنند. این زن از زندگی خوب خود را و آیله‌اش را به دار ناویخته است. کاربر دیگری که نخواسته است نامش را بگوید در صفحه رادیو آزادی نوشته است که شهلا شریف و 31 ساله از دهی نکنات پنجکن اگر مشکلی روانی نمی داشت هیچ آسیبی به خود و به جگربندانش نمی رساند. او نوشته است: اینجا حتما بیماری روحی است که در قشلاق ها کسی اهمیت نمی دهد. باور دارم این زن بیچاره یگان بار به طبیب مراجعه نکرده است. گروه دیگری از کاربران حادثه های شبیه و خودکشی های چند مادر دیگر با فرزندانشان در تاجیکستان را به یاد آورده و گفتند باید مردم برای حل مشکلات روانی خود بر روانشناسان مراجعه کنند. شرح کاربری را از وبسایت رادیو آزادی میخونیم که خود را شمس امینوف معرفی کرده است: چه بیماری در جامعه ما پیدا شده است؟ در جامعه امروزه ما تحقیق پسیکولوگ و پسیکیاتر ها لازم است. از چه سبب باشد که تو رفت خودکشی و سوءقصد به جان خود زیاد شده است؟ البته شما هم نظری دارید، پس چرا نگویید؟ در وبسایت ما بنویسید، صدا یا ویدیوتون رو ثبت کنید و به شماره که میبینید بفرستید. تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو هم دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.